با سلام و درود خدمت شما دوستان و همراهان گرامی. در این ویدیو به تمامی جزئیات گوشی‌های ضد آب می‌پردازیم و اینکه چرا با وجود ضد آب بودن این گوشی‌ها باز هم در برابر آب 100% مقاوم نیستند. پس چطوری باید از این گوشی‌ها در مقابل آب مواظبت کنیم؟ پس تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید و فراموش نکنید که اگه جدید هستین کانال ما رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای جدید ما رو از دست ندید. توی چند سال اخیر تقریبا اکثر پرچم‌دارا و میان رده‌ها به یک گوشی ضد آب تبدیل شدن، اما متاسفانه شرکت‌های تولید کننده این گوشی‌ها به طور دقیق اعلام نمی‌کنن که مقاومت محصولشون در مقابل آب تا چه حده. در واقع حقیقت‌های زیادی درباره گوشی ضد آبتون وجود داره که تولید کننده‌ها اونا رو با شما به اشتراک نمی‌ذارن. حتی اگه شما یک گوشی ضد آب داشته باشین، بازم باید مسائلی رو رعایت کنین تا عمر گوشی طولانی‌تر بشه. اصلا ضد آب یعنی چی؟ واتر رزیستنس که معمولاً در منابع فارسی اون رو ضد آب ترجمه می‌کنن، در واقع به معنی مقاومت دستگاه در برابر نفوذ آبه. خیلی از کمپانی‌ها هم در کمپین‌های تبلیغاتی خودشون به گونه‌ای وانمود می‌کنن که دستگاه واترپروف یعنی ضد آبه، اما در واقع چیزی به اسم گوشی ضد آب وجود نداره. تفاوت این دو اصطلاح در اینه که واترپروف به معنی محافظت کامل از نفوذ آبه، در حالی که واتر رزیستنت یعنی دستگاه تا حدی در مقابل نفوذ آب مقاومت می‌کنه، اما کاملاً و تحت هر شرایطی در مقابل نفوذ آب مقاوم نیست. ممکنه بپرسین سیستم IP سرتیفیکیشن چیه؟ وقتی که یه گوشی در مقابل آب مقاوم باشه، به اون امتیاز IP یا ingress protection یعنی محافظت در مقابل نفوذ تعلق میگیره تا کاربرا از این موضوع آگاه بشن. عددی که در کنار حروف IP قرار میگیره نشان دهنده میزان مقاومته. برای مثال بیشتر پرچم‌دارا از IP 68 برخوردارن. این دو عدد هم معنای مختلفی داره. عدد اول نشون دهنده میزان مقاومت گوشی در مقابل اجرام یعنی گرد و خاک و امثال اونه، و عدد دوم نشون دهنده میزان مقاومت در برابر مایعاته. بیشتر گوشی‌های امروزی به استاندارد IP 68 مجهزن که یعنی در مقابل انواع گرد و غبار و اجرام ریز مثل شن مقاومن. همچنین این گواهی یعنی گوشی مورد نظر تا عمق 1.5 متری به مدت 30 دقیقه در برابر نفوذ آب مقاومه. اگه عدد 0 باشه یعنی دستگاه هیچ گونه مقاومتی در برابر نفوذ آب نداره، و اگه X باشه یعنی شرکت سازنده دستگاه رو برای مقاومت در برابر ماده خاصی آزمایش نکرده. حالا چه چیزایی ممکنه یه گوشی رو در مقابل آب مقاوم کنه؟ تلفن‌های همراه تنها دستگاهایی نیستن که میتونن در مقابل آب مقاوم باشن. هر گجتی که فکرشو بکنید از اسپیکرای بلوتوثی شما تا پریز برق میتونه گواهی IP رو دریافت کنه، اما زمانی که گوشی به این استاندارد مجهز میشه، راههای زیادی واسه مقاوم سازی اون در مقابل نفوذ آب وجود داره. اولین و مهمترین اونا نوارای چسبی محافظ هستن. پنل پشتی گوشیتون با استفاده از نوارای چسبنده قوی محکم به بدنه گوشیتون چسبونده شده. این نوارا یه پوشش محافظ قوی ایجاد میکنن که از نفوذ آب به گوشی از طریق درز محل اتصال قاب و بدنه جلوگیری میکنه. توی یه سری از بخشا مثل ورودی جک هدفون، درگاه شارژ، میکروفونا و شیار سیم کارت به جای استفاده از چسب با نوعی واشر پلاستیکی محافظت میشن. این واشر بین پورت و شاسی گوشی قرار میگیره تا یه پوشش محافظتی ایجاد کنه. کلیدا هم برای جلوگیری از نفوذ آب به مدار از محافظ سیلیکونی استفاده میکنن و حفره‌های اسپیکر با یه توری مقاوم در برابر مایعات پوشیده میشن تا از نفوذ اونا جلوگیری بشه. حالا سوال اینجاست که گوشیتون چقدر میتونه زیر آب بمونه؟ اگه گوشیتون به IP 7 یا IP 8 مجهز باشه، که البته کاری به عدد اول نداریم و همونطور که گفتیم مربوط به مقاومت در برابر گرد و خاکه، با این حساب میتونه کاملا زیر آب قرار بگیره، اما محدودیت داره. یه گوشی که IP 7 داره میتونه تا 1 متر زیر آب دووم بیاره، و اگه IP 8 داشته باشه این عمق به 1.5 متر میرسه، اما نباید گوشی رو بیشتر از 30 دقیقه توی عمقی که واسه هر کدوم از استانداردها گفتیم زیر آب نگه دارید. البته ممکنه میزان مقاومت هر گوشی متفاوت باشه. گواهی IP به این معنیه که مدلای مورد نظر آزمایش شدن تا به این اعداد برسن، اما بسته به اینکه هر شرکت چقدر کارش رو خوب انجام داده باشه، ممکنه گوشی در عمق بیشتر یا مدت زمان بیشتری زیر آب دووم بیاره. البته حواستون به آب شور و آب استخر باشه. همونطور که قبلا گفتیم تولید کننده ها تمایل دارن اطلاعات مهم درباره مقاومت گوشی های خودشون در برابر آب رو پنهون کنن و محصول خودشون رو به عنوان یک گوشی ضد آب معرفی کنن. یکی از مهمترین اطلاعات درباره این گوشی ها اینه که مقاومت گوشی ها در برابر آب فقط به آب تازه و تمیز محدوده. دونستن این موضوع خیلی حیاتیه، چرا که ممکنه به قیمت از کار افتادن یک گوشی سالم تموم بشه. اگه گوشی مقاومتون توی ظرف آب، رودخونه یا هر جای دیگه‌ای که آب تازه و معمولی توی اون جریان داره بیفته، در صورت نجات به موقع مشکلی براش پیش نمیاد، اما اگه توی انواع دیگه آب قرار بگیره اوضاع فرق داره. هیچ وقت گوشیتون رو به ساحل نبرین، و اگه هم بردین نباید اون رو زیر آب دریا قرار بدین، چون قرار گرفتن در معرض آب شور براش مضره. نمک موجود توی آب دریا میتونه چسبای محافظی رو که قبلا گفتیم توی خودشون حل کنه.
همچنین نباید گوشی رو توی آب استخر بذارین، چون کلر موجود توی آب بهش آسیب میزنه و نمک و کلر میتونه چسب رو توی خودش حل کنه. گاهی ممکنه واسه تعمیر یا تعویض قطعه مجبور بشید قاب پشتی گوشی رو باز کنید، اما در واقع با این کار مقاومت اون رو در برابر نفوذ آب از بین بردید. آب ماده قوی و موذیه که راه خودش رو به درون دستگاه پیدا میکنه. زمانی که پوشش محافظتی چسب از بین بره، دیگه مثل قبل قابل استفاده نیست. اگرم به هر دلیلی نیازه که گوشیتون باز بشه، حتما پس از اتمام کار نوار محافظ از بین رفته رو جدا و از نوار جدید استفاده کنین. باید به یاد داشته باشین که حتی اگه نوار جدید جایگزین کنین، بازم نمیشه 100% تضمین کرد که گوشیتون مثل روز اول در مقابل نفوذ آب مقاومه. وقتی گوشیتون IP سرتیفیکیت داشته باشه، ممکنه وسوسه بشید که از اون توی آب یا محیط‌های گرد و غبار استفاده کنید و خیالتون از بابت آسیب نرسیدن به اون راحت باشه. اما این فقط تازه اول داستانه. در حالی که گواهی IP میتونه در شرایط خاص از گوشیتون محافظت کنه، ممکنه با تغییر شرایط سلامت گوشیتون هم به خطر بیفته. یه بار دیگه تاکید میکنیم که گواهی IP که به گوشی‌های هوشمند امروزی داده میشه، به معنای ضد آب بودن 100% گوشی نیست، بلکه بیشتر اون رو در برابر قطرات آب مثل قرار گرفتن زیر بارون و امثال اون محافظت میکنه. بهتره واسه کارهایی مثل فیلمبرداری و عکاسی زیر آب، مخصوصا آب دریا و استخر و امثال اون، از دوربینای مناسب این کار استفاده کنین. مرسی از اینکه با ما همراه بودین. دو ویدیو رو بهتون پیشنهاد میکنم که از نظر محتوا مشابه همین ویدیو هستن. اگه از این ویدیو خوشتون اومده، لایک رو بزنید و با دوستاتون هم به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعد، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.